نور و امید دوباره به زندگی این اطفال تابیده تا احساس تنهایی و بیسرپرستی نکنند. اطفال یتیم و بیسرپرست حالا در این ساختمان که با امکانات کافی مجهز شده است زندگی بهتری را سپری می کنند. دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در غرب کشور می گوید ابتدا ساختمان این دارلتام را باسازی و سپس تمام بخش های آن با امکانات کافی مجهز گردیده است. نیازمندترین قشر در جامعه یتیم هستند. به خاطر این ما در پروشکار شروع کردیم که اول اساسی ما و غیر از این البته بعد در از در فراه نیمروز در غور برنامه هم داشتیم در حرات زیاد داریم ولی هدف ما در حقیقت بیشتر رفتن به کش ولایت های دور از دست باشه ساختمان این دارالتام تازه بازسازی شده و هر کدام از اتاق آن با امکانات کافی تجهیز گردیده است ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس میگوید در حال حاضر حدود 52 طفل یتیم در این دارلتام نگهداری شوند. اما حالا با این امکانات می توانند تا 150 طفل را هم اینجا نگهداری کنند ما فعلا 52 تا طفل یتیم به سرپرست در پروشگاه یا دارالیتام بی, بی حلیمه داریم که ما خوشبختانه مقام محترم وزارت کار و اجتماعی تشکیل 150 طفل به ما اهدا فرمودند که دادن که شما 150 طفل به سرپرست رو جذب بکنین اطفال یتیم حالا دسترسی بهتر به امکانات زندگی دارند کسانی که پدر و یا مادر خود را طی سالها جنگ از دست دادند هرچند که به دور از سایه پدر و مادر زندگی برای این اطفال سخت میگذرد اما فضای کنونی ممکن است حال و هوای این کودکان را تغییر دهد پدر و مادر میشه شده این جوانو مخاطر دست خوانن مخاطر یک چیز یاد می مخاطر جامعه مخاطر مردم کمک کن ما هم یک چیز بیاموزم با دیگران ما قلم و جو لباس زمستانی مثلا کرتی جمپر اینجا چیزا نداریم لباسی مثلا می لباس عادی نداریم دیگه قلم و کتابچه و چیزا هم ضرورت داریم همکاری های دفتر امانگی و انسجام ترکیه در پنج ولایت اوزه غرب ادامه دارد مسئولان این دفتر میگویند در آینده قرار است میزان این همکاری ها در بخش های معارف، صحت عامه و کار امور اجتماعی بیشتر شود.